سلام، خوش اومدین به این ویدیو. این ویدیو راجع به 50 جمله ضروری و کاربردی برای شروع یک مکالمه است. شروع یک مکالمه میتونه یک مکالمه راجع به ورزش باشه، میتونه یک مکالمه راجع به پادکست و سیدی های مربوط به حالا هر آموزشی یا آهنگ باشه، میتونه راجع به موسیقی باشه، میتونه شروع یک مکالمه راجع به ورزش باشه، راجع به آب و هوا باشه. حالا من اومدم این رو توی جملات متفاوت برای شما بررسی کردم. بریم سراغ اولین جمله. بونجور کامون سوا، بونجور کامون سوا. این جمله که شما در ابتدای هر مکالمه ای میشنوین و میتونین بگین حالتون چطوره. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? ببخشید، یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ این سوال میتونه راجبه هر چیزی باشه. Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? شماره 3. Numéro 3. Je vous ai remarqué et je me demandais si vous aimeriez discuter. Je vous ai remarqué et je me demandais si vous aimeriez discuter. Remarqué yani didan, مشاهده کردن، زیر نظر گرفتن. یعنی من در واقع شما رو زیر نظر گرفتم. حالا از استایل شما، از رفتار شما خوشم اومده، یک تقاضایی داشتم. میتونید، شما دوست دارین که با هم صحبت کنیم؟ Je vous ai remarqué، من شما رو دیدم. Je me demandais، تقاضام اینه که si vous aimeriez discuter، از کندیسیونل استفاده کرده، یعنی در واقع بیان یک دوماند پولیمان، درخواست مؤدبانه. امکانش هست، میشه دیسکوته کنیم، با هم صحبت کنیم، با هم حرف بزنیم. پس شما اگر بخواین وارد صحبت و در واقع کنورساسیون با یک نفر بشین، از این جمله خیلی استفاده میکنن و شما هم میتونین استفاده کنید. Je vous ai remarqué، je me demandais si vous aimeriez discuter. آیا دوست دارین؟ آیا احتمالش هست که ما با هم صحبت کنیم؟ Numéro 4. Puis-je me joindre à vous? Puis-je me joindre à vous? امکانش هست میتونم من به شما ملحق بشم؟ فرض کنه چند نفر روی یک میز نشستن، شما میخواین وارد اون مکالمه بشین و روی اون میز بشینید. فرض کنه چند نفر دارن راه میرن و شما میخواین به اونها ملحق بشین. پس در کانتکست های متفاوت میتونین جمله رو بگین. سالو، je suis nouveau nouvelle ici. Pouvez-vous me donner des conseils sur les endroits à visiter? Salut, je suis nouveau. Oh, je suis nouvelle ici. خب، سلام میکنه و میگین، سلام میکنید و میگید که من اینجا در واقع تازه وارد هستم. Je suis nouveau اگه مسکولن باشه، je suis nouvelle اگه فمینن باشه. من اینجا تازه اومدم، یعنی در واقع به قول خودمون من غریبم اینجا. Pouvez-vous me donner des conseils sur les endroits à visiter؟ میتونید به من بگید چه جاهای دیدنی اینجا هست که من برم ببینم؟ Pouvez-vous me donner des conseils؟ میتونید به من بدید توصیه هایی راجبه sur les endroits à visiter، مکانهای دیدنی اینجا. من توی شهر تازه واردم، غریبم، کجا رو برم ببینم؟ این جمله رو استفاده میکنید. سالو، je suis nouveau masculin، je suis nouvelle ici، féminin. Pouvez-vous me donner des conseils sur les endroits à visiter? Numéro 6. Je trouve votre tenue, votre style vraiment cool. Où est-ce que vous achetez vos vêtements? Où est-ce que vous achetez vos vêtements? Je trouve que votre tenue, votre style vraiment cool. من میبینم که لباس، تونوس تدیر لباس. لباس و استیل شما
خیلی جذابه، خیلی قشنگه، خیلی خوشگله. او اسکه وز اشته با وتما لباساتون از کجا میخرین؟ او اسکه وز اشته و وتما. نمرو ست، کل وطخو لیور پرفره؟ کل وطخو فیلم پرفره؟ فیلم مورد علاقه شما یا کتاب مورد علاقه شما چیه؟ کل وطخو فیلم préféré, quel est votre livre préféré? J'aimerais avoir des recommandations. J'aimerais avoir des recommandations. یعنی دوست دارم که شما به من بگید که کتاب مورد علاقه شما یا فیلم مورد علاقه شما چیه. دوست دارم به من توصیه بدید. Recommandations. Avoir des recommandations. J'aimerais ساختان کندیسیونل استفاده کرده، یعنی درخواست مؤدبانه. میشه لطف کنید بگید؟ میشه به من در واقع گفتار شما توصیه میشه که منم همون کتاب یا همون فیلم رو ببینم. Avoir des recommandations. Numéro 8. J'ai entendu parler de cet événement. En avez-vous entendu parler? J'ai entendu parler de cet événement. En avez-vous entendu parler? من شنیدم که شما راجع به این حادثه، حالا هر چیزی، این واقعه، این حادثه، این رویداد دارین صحبت میکنید. Avez-vous entendu parler؟ چیزی شنیدین که به منم بگید؟ به منم بگید چی شنیدید؟ On avez-vous entendu parler؟ J'ai entendu entendre شنیدن. J'ai entendu parler de cet événement. شنیدم داری راجع به این اونمان، این حادثه، این رویداد، این واقعه صحبت میکنی. Parler de quelque chose یعنی صحبت کردن راجع به چیزی. شنیدم که دارین صحبت میکنید. En avez-vous entendu parler؟ شنیدین چیزی هم که به من بگید؟ خب. Numéro 9. بریم سراغ جمله 9. Excusez-moi, je suis un peu perdu. Excusez-moi, je suis un peu perdu. ببخشید. فکر میکنم گم شدم. یه کمی گم شدم یعنی که احساستون، فکرتون، من فکر کنم گم شدم. Pouvez-vous m'aider à trouver mon chemin? Pouvez-vous m'aider à trouver mon chemin? میتونید کمکم کنید راهمو پیدا کنم، آدرسمو پیدا کنم. Pouvez-vous m'aider؟ میتونید به من کمک کنید؟ À trouver mon chemin. Numéro 10. Comment s'est passée votre journée jusqu'au présent? Comment s'est passée votre journée jusqu'au présent? تا الان روزتون چطور گذشته؟ Se passer یعنی گذشتن. Comment s'est passée votre journée jusqu'à présent? Toi, Alain. Bien, c'est la réjoumée, Yazdaham. Numéro 11. Avez-vous des projets intéressants pour le week-end? Avez-vous des projets intéressants pour le week-end? برنامه جالبی برای تعطیلات آخر هفته دارین؟ برنامه جالبی برای تعطیلات، پروژه، برنامه. برنامه دارین برای تعطیلات آخر هفته که جالبم باشه؟ Numéro 12. Je suis curieux masculin, je suis curieuse. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Je suis curieux. Nikam konjkava. Je suis curieuse. Man konjkava. Masculin, féminin. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Bekhom bedunam ke dar zendegi chi shoma ro alaqemand mikone? Chi khoshetun miad dar zendegi anjam bedid? Chi mored meyle shomast? کسی که وو پسیونه یعنی در واقع علاقه داشتن، میل داشتن. تو زندگی دوست دارین چی کار کنید؟ این معنی هم میده. کسی که وو پسیون دون لوی، چی شما رو شاد میکنه؟ چی شما رو خوشحال میکنه؟ چی دوست دارین با انجام دادنش شاد بشین؟ خب نمرو 13، شماره 13. کل وطخو پلا پرفره؟ کل وطخو پلا پرفره میتونه کنورساسیون راجع به غذا باشه. غذای مورد علاقتون چیه؟ پلا ستدی غذا. کل وطخو پلا پرفره. جدور دکوریر دو نوول روست. جدور دکوریر دو نوول روست. دوست دارم دستورهای آشپزی جدیدی رو هم یاد بگیرم. جدور دکوریر، دکوریر کشف کردن، اینجا اپخاندر یاد گرفتن. دوست دارم یاد بگیرم دو نوول روست. روست هم اسم مؤنثه، یعنی دستورهای آشپزی جدیدی رو.
Numéro 14, شماره 14. J'ai entendu dire que vous êtes doué dans ce domaine. J'ai entendu dire que vous êtes doué dans ce domaine. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. J'aimerais en avoir plus à ce sujet. من شنیدم که میگفتن شما متخصص این حرفه یا این کار هستید. خب vous êtes doué dans ce domaine. تو این زمینه شما متخصصید، مهارت دارید. J'aimerais en avoir plus à ce sujet. دوست دارم بیشتر بدونم راجع به این موضوع. J'aimerais en avoir plus à ce sujet. دوست دارم بیشتر بدونم راجع به این مسئله. Numéro 15. Avez-vous des vacances prévues bientôt? Si oui, où allez-vous? Avez-vous des vacances prévues bientôt? یعنی تعطیلات برنامه ریزی شده ای دارین که به زودی اتفاق بیفته؟ اگه دارین کجا میخواین برین؟ Avez-vous des vacances prévues? Prévues یعنی پیشبینی شده، برنامه ریزی شده. Bientôt به زودی. Si oui, où allez-vous? اگه درسته این موضوع کجا میخواییم بریم؟ نیمرو 16 شماره 16. Je viens de voir un film incroyable. Je viens de voir un film incroyable. Avez-vous des recommandations de films récents? Avez-vous des recommandations de films récents? Venir de و infinitif یعنی پس رسان، یعنی تازه یه فیلم غیر قابل باوری دیدم، یعنی اصلا باور کردنش مشکله. Je viens de voir un film incroyable. Avez-vous des recommandations de films récents? توصیه هست راجع به فیلم هایی که روی پرده هستن، فیلم های در واقع جدید، فیلم رسان، فیلم هایی که همکنون روی پرده هستن یا در فضای مجازی هستن و دارن پخش میشن، آیا توصیه هست بهم بکنید؟ چه فیلم های دیگه ای مثل این سبک و سیاق ساخته شدن؟ و چه ژانرهای دیگه ای هستن که لیاقت دیدن داشته باشن؟ در واقع این جمله، این سوال، این جمله سوالی اینو داره میگه. Je viens de voir un film incroyable. باورم نمیشه که یه همچین فیلمی با یه همچین کارگردانی ساخته شده باشه. Incroyable. Avez-vous des recommandations de films récents? بریم سراغ جمله 17. 17. Quels sont vos passe-temps préférés? Quels sont vos passe-temps préférés? Passe-temps یعنی اوقات فراغت. اوقات فراغت مورد علاقه شما چیه؟ چی کار میکنید تو اوقات فراغتتون؟ Quels sont vos passe-temps préférés? Numéro 18. Comment vous êtes-vous intéressé à votre domaine d'expertise? Comment vous êtes-vous intéressé à votre domaine d'expertise? شما به چه زمینه ای؟ به چه زمینه در واقع تجربی علاقه من هستید؟ یعنی این چی کار دوست دارین انجام بدین و این کار رو به صورت تجربی و حرفه‌ای یاد گرفته باشین. Comment vous êtes-vous intéressé à votre domaine d'expertise? Numéro 19. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? بهترین توصیه‌ای که تا به حال بهتون کردن چی بوده؟ jamais یعنی تا به حال. Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu? Recevoir دریافت کردن و گرفتن. Numéro 20. Avez-vous des animaux de compagnie? Avez-vous des animaux de compagnie? حیوان خونگی دارین؟ animaux de compagnie یعنی حیوانات خونگی. J'adore les animaux چون که من عاشق حیواناتم، میخوام بدونم ببینم شما چی دارید. Avez-vous des animaux de compagnie? Par exemple un petit chat. شما دارین؟ Avez-vous des animaux de compagnie? Un petit chat ou un petit chien? یه سگ کوچولو، یه گربه کوچولو. 21. Quel est votre sport préféré? مکالمه شما میتونه راجع به ورزش باشه. ورزش مورد علاقتون چیه؟ Quel est votre sport préféré? Aimez-vous regarder ou pratiquer? دوست دارید فقط نگاه کنید، رگرده على تلویزیون و پراتیکه یا انجام بدید؟ پراتیکه ستادیر فر. Quel est votre sport préféré? Aimez-vous regarder ou pratiquer? دوست دارید انجام بدین یا ببینید فقط؟ نیمرو 22، شماره 22.
J'ai entendu dire que vous avez voyagé dans de nombreux pays. J'ai entendu dire que vous avez voyagé dans de nombreux pays. من شنیدم که میگفتن شما کشورهای زیادی رو دیدید. Quelle a été votre destination préférée? کدومش خیلی مورد علاقتون بوده و جالب بود اون کشور رفتنش؟ J'ai entendu dire que vous avez voyagé dans de nombreux pays. Quelle a été votre destination préférée? Destination یعنی مقصد. مقصد مورد علاقتون کدوم بوده؟ یعنی کدوم کشوری بوده که شما سفر کردید و خوشتون اومده؟ شماره 23. Numéro 23. Comment trouvez-vous cette ville jusqu'à présent? Comment trouvez-vous cette ville jusqu'à présent? Trouver یعنی اینجا فکر کردن. نظرتون راجع به این شهر تا به حال چیه؟ نظرتون راجع به این شهر چیه؟ Comment trouvez-vous چی فکر میکنید راجع به این شهر؟ Numéro 24. Avez-vous des recommandations pour de bons restaurants ici? Avez-vous des recommandations pour de bons restaurants ici? Restaurant-های خوب اینجا هست که به ما توصیه کنید؟ که به ما بگید ما بریم؟ دارین؟ Avez-vous des recommandations? Recommandation یعنی توصیه. چه رستوران خوبی میشناسید به ما بگید؟ شماره 25. Numéro 25. Quel est votre artiste musical préféré? Quel est votre artiste musical préféré? هنرمند مورد علاقه شما در ژانر موسیقی چیه؟ J'aimerais élargir ma playlist. J'aimerais élargir ma playlist. دوست دارم پلیلیستمو توسعه بدم. Élargir یعنی توسعه دادن، گسترش دادن. دوست دارم زیاد کنم پلیلیستم رو. Numéro 26. J'ai toujours voulu essayer. Avez-vous déjà essayé? Comment était votre expérience? J'ai toujours voulu essayer. من همیشه دوست دارم حرفای جدید رو تمرین کنم. یعنی حرفای جدید رو آزمایش کنم. اکتیویته. اینجا منظورش essayer. اکتیویته. دوست دارم فعالیت‌های جدید رو آزمایش کنم. امتحان کنم. Avez-vous déjà essayé? شما قبلا اینو امتحان کردید؟ Comment était votre expérience? تجربتون چی بوده راجع به این اکتیویته و فعالیت؟ Numéro 27. Avez-vous des plans pour le prochain weekend férié? Avez-vous des plans pour le prochain weekend férié? برای تعطیلات آخر هفته پیش رو برنامه‌تون چیه؟ Plan. Avez-vous des plans? برنامه‌تون چیه pour le prochain weekend férié? Numéro 28. Quelle est votre citation préférée? Quelle est votre citation préférée? Citation یعنی سخن بزرگان. آدم‌های بزرگ حرفایی زدن و ما اونها رو باید آویزه گوشمون کنیم. به اینا میگن سیتاسیون. حالا یه جمله از یک بزرگی که خیلی نظر شما رو جلب کرده چیه؟ J'adore les citations inspirantes. من از این جملات انگیزشی خیلی خوشم میاد. بگو تا منم اون رو یاد بگیرم. Quelle est votre citation préférée? J'adore les citations inspirantes. Numéro 28. شماره 29. J'ai entendu dire que vous jouez d'un instrument de musique. Depuis combien de temps jouez-vous? J'ai entendu dire que vous jouez d'un instrument de musique. میگن که شما یک ساز میزنید. از کی؟ Depuis combien de temps jouez-vous? از کی دارین این ساز رو میزنید؟ میتونه کنورساسیون شما و شروعش راجبه موزیک باشه. نمره 30 شماره 30. Quels sont vos objectifs pour cette année? Objectif c'est-à-dire fin, c'est-à-dire but. یعنی هدف. هدفاتون برای امسال چیه؟ Quels sont vos objectifs pour cette année? شماره 31. نمره 31. Avez-vous des recommandations de livres à lire? Avez-vous des recommandations de livres à lire? میتونید بگید چه کتابایی رو بدیم ما بخونیم؟ 32. J'ai récemment découvert un nouveau café. Aimez-vous le café? J'ai récemment découvert un nouveau café. به تازگی من یک کافه، یک کافه خیلی خوب پیدا کردم. قهوه که دوست داریم بریم اونجا با هم بخوریم. Récemment یعنی به تازگی. J'ai récemment découvert
Un nouveau café, café jadid pe do kardam. Aimez-vous le café? Café ke dostari. Voudriez-vous l'essayer avec moi? Dostari ba ham imtihan konim. Voudriez-vous dar vaghe be surat conditionnel bayan shode va ساختار مؤدبانه داره میشه دوست داری علاقمندی لسه یه موا بریم با هم امتحان کنیم اسه امتحان کرده شماره 33 نیمرو 33 Quels sont vos endroits préférés pour sortir en ville? Quels sont vos endroits préférés? اگه بخوایم بریم بیرون از شهر کجا بریم؟ Quels sont vos endroits? Endroits, c'est-à-dire مکان, جا, préférés. بیرون از شهر چه جایی رو میشناسید که خوب باشه و ما بتونیم بریم شماره 34 34 کومون اوو پسه و تو ویکند درنیه تعطیلات آخر هفته گذشتهتون چجوری گذشته کومون اوو پسه و تو ویکند درنیه 35 je me suis intéressé à sujet par exemple avez-vous des ressources ou des conseils à partager je me suis intéressé Je me suis intéressée à ce sujet. من به این موضوع علاقه مند شدم. منابعی هست که بهم بگین من کجا برم به این سوژه تحقیق کنم. Avez-vous des ressources? Ressources یعنی منابع. Ou des conseils à partager. یا توصیه هست به من بکنید. با من به اشتراک بذارید. Numéro 36. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez à votre moi plus jeune? Quel est le meilleur conseil? بهترین توصیه که شما میتونید à votre moi plus jeune به من بدید و به جوانترهای یعنی جوانتر از من به من و جوانترها بدین چیه؟ Quel est le meilleur conseil que vous donneriez باز از ساختار کندیسیونه à votre moi plus jeune Numéro 37 شماره 37 Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre travail? Qu'est-ce qui vous motive? Motivé, yani انگیزش. انگیزه دادن. چی به شما انگیزه میده بیشتر توی کارتون؟ Qu'est-ce qui vous motive? به شما انگیزه میده. Le plus. خیلی بیشتر. در واقع بیشترین انگیزه شما تو کارتون چیه؟ شماره 38. 38. Quel est votre endroit préféré pour vous détendre après une longue journée. حالا مکان مورد علاقه شما برای اینکه استراحت کنید بعد از یک روز طولانی کجاست؟ Quel est votre endroit préféré pour vous détendre après une longue journée? Par exemple, dans ma chambre, تو اتاق خیلی دوست دارم. دوست دارم استراحت کنم توی کافه par exemple. حالا ببینم چه منظوری دارین شما از گفتن. 39. Comment trouvez-vous cet événement jusqu'à présent? نظرتون تا به الان راجع به این حادثه، این événement، این رویداد چیه؟ Comment trouvez-vous cet événement jusqu'à présent? Numéro 40. Avez-vous des projets de voyage excitants à venir? برنامه سفر همچین هیجان انگیزی دارین؟ Avez-vous des projets de voyage excitants à venir? Numéro 41. Quelle langue parlez-vous? چه زبانهایی صحبت میکنید؟ Quelle langue parlez-vous? Par exemple, je parle le français, l'anglais, le persan و زبانهای دیگه. J'aimerais apprendre une nouvelle langue. من دوست دارم یه زبان جدید یاد بگیرم. یعنی شما به من بگید اون زبانی که دوست دارین رو بگین کدوم زبان بوده؟ منم برم یاد بگیرم. Quelle langue parlez-vous? J'aimerais apprendre une nouvelle langue. دوست دارم یه زبان جدید یاد بگیرم. شماره 42. Avez-vous des Recommandation de podcast intéressant. Podcast های مورد علاقه شما کدوم هستن؟ میشه بهم بگید؟ Avez-vous des recommandations de podcast intéressant. 43 شماره 43. Quelle est votre série télévisée? préférée en ce moment? سریال مورد علاقه شما الان چیه؟ Quel est votre سریال تلویزیونی مورد علاقه شما الان چیه؟ شماره 44 Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre votre carrière actuelle? Qu'est-ce qui vous a inspiré à poursuivre votre carrière actuelle?
یعنی چی به شما الهام بخشیده؟ چی به شما انگیزه داده که شما این حرفتون رو تا به حال ادامه بدید؟ پورسویور یعنی ادامه دادن. شماره 45. Avez-vous des conseils pour rester en forme en bonne santé؟ برای اینکه رو فرم باشیم، چاق نشیم و اینکه سالم بمونیم، چیکار باید بکنیم؟ Avez-vous des conseils؟ توصیه داریم بهمون بدین؟ شماره 46. Comment choisissez-vous vos lectures؟ چجوری متنای خوندنیتون رو، حالا کتابهای خوندنیتون رو انتخاب میکنید؟ Avez-vous une méthode particulière؟ یه روش خاصی دارین به ما بدین؟ شماره 47. 47. Quels sont vos endroits préférés pour faire du shopping؟ بریم خرید کجا رو پیشنهاد میکنید؟ Quels sont vos endroits préférés faire du shopping؟ یعنی faire des courses، یعنی خرید کردن. البته ایسی، اگر اینجا بخوایم بریم خرید، شما کجا رو پیشنهاد میکنید؟ Quels sont vos endroits préférés pour faire du shopping ici؟ 48. شماره 48. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie؟ تو این زندگی چی خوشتون میاد؟ Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie؟ Numéro 49. شماره 49. Avez-vous des projets d'avenir excitants؟ برنامه هیجان انگیزی برای آینده داریم؟ در آینده میخواییم چه کار هیجان انگیزی رو انجام بدید؟ و شماره 50. Quel est votre plus grande réussite personnelle ou professionnelle؟ بزرگترین موفقیت شغلی یا شخصی برای شما چی بوده؟ مثلا بزرگترین موفقیت شغلی این بوده که من رئیس بشم، و بزرگترین موفقیت شخصی این بوده که من یه ازدواج خوب داشته باشم. پاکستان. خب حالا شما تو کامنت پس به من این جمله آخر رو جواب بدید. Quel est votre plus grande réussite؟ دون که رئوسیت اسم فعل رئوسیره. رئوسیر یعنی موفق شدن. رئوسیت یعنی موفقیت. Quel est votre plus grande réussite؟ بزرگترین موفقیت. پرسونل شخصی او پروفسیونل یا شغلی شما چی بوده؟ پس توی کامنت به من بگید. خب خیلی ممنون بچه ها، دوستان عزیز، تا پایین ویدیو من همراه کردین. سعی کردم 50 جمله بسیار کاربردی و مفید برای شروع یک مکالمه، این مکالمه میتونه در زمینهای مختلف باشه، دیدین که در زمینه ورزش باشه، غذا باشه، خرید کردن باشه، یا در واقع موزیک باشه، ساز زدن باشه، میتونه راجع به اینا متفاوت باشه، راجع مطالعه و لکتیور باشه. سعی کردم اینا رو بهتون آموزش بدم. خیلی ممنونم که تو پایین ویدیو من همراهی کردین. کامنت بذارین، این سوال آخر رو حتما من جواب بدین، لایک کنید، کانال من رو به دوستانتون معرفی کنید، و در واقع سابسکرایب کردن شما باعث میشه که من دلگرم بشم و ویدیوهای بسیار جدید و کاربردی برای شما آموزش بدم. مرسی beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Au revoir la semaine prochaine. Au revoir.